سریال قورباغه ارزش دیدن داره یا نه؟ داستان توقیف، شایعه پخش از نتفلیکس، اعتراض جدی اهالی شهرک اکباتان و تحلیل و بررسی قسمت اول سریال قورباغه چیزاییه که توی این قسمت از برنامه ببینیم یا نه میبینید. به سلام، احسان منصوری هستم و برنامه ببینیم یا نه رو میبینیم. همین حالا بگم فعلا اسپویل نداریم، از لحظه‌ای که خواست اسپویل شروع بشه بهتون قبلش خبر میدم. اگه فیلمو ندیده بودید برید ببینید، بنابراین فعلا هیچ نگرانی نداشته باشین، راحت ببینید. اول میخوام خیلی زود بهتون بگم که این سریال ارزش دیدن داره یا نه، ببینیمش یا نه. قبلش اگه علاقه‌مند به سینما، ویدیوهای این چنلی رو دوست داری، کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن تا ویدیو میذارم سری خبردار شو و چیزی از دست نده. یک کامنت هم بذار، ما ایرانیا یوتیوب قربونش برم ربات فرضمون میکنه، گناهی هم نداره، با فیلتر شکن میام قاطی میکنه، سابسکرایب میمونو میپرونه، پس یک کامنت بذار تا فکر نکنه رباتی گذاشتی. قربونش. ببینیم یا نه سریال قورباغه رو. خیلی سرراست بهتون بگم، توی لیست ببینیم هامه تا این لحظه که قسمت اول رو دیدم به یک دلیل روشن، پایان بندی قسمت اول چک داشت و دمشم گرم که داشت. چیز بیشتری نمیگم برای اینکه اونایی که هنوز ندیدن اسپویل نشه واسهشون. توضیحات بیشتر توی بخش تحلیل سریال، هنوز اسپویل شروع نشده، صبر کنید. رامین، حواشی عجیب سریال قورباغه تازه تا این لحظه. ماجرای توقیف، میدیدیم رو بیلبوردهای شهر پوسترهای قورباغه رو، اما پخش شروع نمیشد. خبردار شدیم که توقیف شده. چرا؟ گفتم به خاطر صحنه های خشن و پلیس کشی. اما بعدش یه صداهای دیگه در مورد رد پای محمد امامی، تهیه کننده سریال شهرزاد، سریال خوب شهرزاد که مفسد اقتصادی شناخته شد و الانم توی زندانه، رد پای اون روی سریال قورباغه دیده شد. علی اسدزاده که تهیه کننده سریال قورباغه است، همکار محمد امامی، با هم دیگه یک شرکت ثبت کردن که شهرزاد هم تحت پوشش اون تولید شده. اما اسدزاده اومد انکار کرد، گفت هرگز امامی توی این پروژه حضور نداره، تهیه کننده منم سرمایه گذار، نماوا، پلتفرم نماوا. ماجرای پخش سریال قورباغه از نتفلیکس، گفتن قرار سریال قورباغه روی نتفلیکس پخش بشه که بعدا فهمیدیم یا شایعی بیش نبوده یا به توافق نرسیدن، حالا سر کوالیتی یا چی معلوم نیست. به هر حال المان تبلیغاتی قدرتمندی بود برای سریال، حواشی توقیفش هم به نظرم خیلی کمک کرد برای اینکه مردم آتش بیشتری پیدا کنن برای سریال رو ببینن. همیشه بذاره یه چیزی که هم باشه. جشنواره 38 فیلم فحش بود. نوید محمدزاده دو تا فیلم توی جشنواره داشت، سرخپوست، متری 6.5. توی کنفرانس خبری سرخپوست اعلان کرد سال آینده توی جشنواره از من فیلمی نمیبینید و من فیلمی بازی نمیکنم. برای دیدن یه سری چیزا، یه سری زحمت ها، یه سری تفاوت ها لازمه که یک سال منو نبینن، برای اینکه زحمات من رو بهتر ببینید و نقش آفرینی هام بهتر دیده بشه. این اواخر خبری اومد بیرون مبنی بر اینکه قرارداد نوید محمدزاده برای بازیگری در سریال قورباغه به این شکل بوده که یک سال اجازه حضور توی هیچ فیلم و سریالی رو نداشته باشه، در ازاش ما به ازای روزهایی که کار نمیکنه حقوق بگیره. ارتباط حرفش توی نشست خبری با این خبری که اومده بیرون که مشخصه، اما اینکه واقعا این اتفاق افتاده، همچه قراردادی وجود داره یا نه رو من نمیتونم رد کنم، نمیتونم تایید کنم. اعتراض اهالی شهرک اکباتان تهران. بر بچه‌ای که توی فیلم میبینیم، محل زندگیشون شهرک اکباتان تهرانه. البته توی سریال اسم اکباتان آورده نمیشه و به لفظ شهرک بسنده میکنن، شاید به خاطر همین بوده که میخواستن به اکباتانیا بر نخوره، خواستن فضای شهرکی داشته باشن اما آدمها رو آدمهای خلافکار و سطح پایین نشون بدن. حالا شهرک اکباتانیا توی محافل مجازی حسابی شاکی ان که شما چرا ما برای بچه های اکباتان رو اینقدر خلافکار و چیپ و وحشی و دعوایی نشون دادید. نمیدونم نظر شما چیه؟ به نظرتون این اعتراض بچه های اکباتان وارده یا نه؟ از اینجا به بعد ماجرا بیرحمانه اسپویل میکنیم سریال قورباغه رو، قسمت اول. پس اگه ندیدی و نمیخوای اسپویل شه، برو قسمت اول رو ببین، بیا بقیه ویدیو رو با من باش. سریال شروع که میخواد بشه هشدار میده. این مجموعه حاوی صحنه‌های خشن و دلخراشه، مناسب برای زیر 18 سال نیست. این محدودیت رو ساترا تحمیل کرده به سریال. ساترا چیه؟ سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی.
چند وقتی حسابی فعال شد. غلامرضا موسوی رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما ریاکشن جدی نشون میده. ظاهرا ساتراگیا نمیدونن که محدودیت 18 سال برای فیلم‌های نیمه پورنو و بسیار بسیار خشن در دنیا اعمال میشه. یه چیزی در مورد سکانس انتهایی بگم. به نظر من از بین اون سه تا جوون صابر عبر نمیمیره. انتهای این ویدیو دلایلم رو بهتون میگم که چرا معتقدم صابر عبر زنده میمونه. سریال با روایت صابر عبر شروع میشه. تصاویر خیلی خوبه. روایت خیلی جالب و جذاب، موسیقی عالیه. اما به شدت منو یاد سریال دارک میندازه. شروع ها و پایان ها، موسیقی، جنس تصاویر اسنوموشن. خصوصا موسیقی تیتراژ سریال قورباغه، تیتراژ آغازین خیلی منو یاد موسیقی متن سریال دارک میندازه. دقت کنید. من که اینجا نمیتونم موسیقی پخش کنم، کپی رایت یوتیوب پدرمون رو در میاره. خودتون برید بشنوید با هم دیگه مقایسه کنید. تصویر برداری. مدیر تصویر برداری پیمان شادمانفر به نظرم خیلی کار جذابی انجام داره. تصاویر به قاب‌بندی های خوب میبینیم، پلان های طولانی میبینیم که بینشون کات ها خیلی کمن. این هم کار تصویربردار رو سخت میکنه، هم کار بازیگرها رو که یه تیک باید بازی بکنن سخت میکنه، هم دکوپاژ کارگردان رو. و ما حس میکنیم یه اتفاق جدید داریم میبینیم در سریال و سینمای ایران. دیالوگ رگباریه اما فیلم رو یه خورده حراف میکنه. به جای اینکه ما اتفاق ببینیم بیشتر دیالوگ میشنویم. بدیش چیه؟ گاهی نمیشنویم دیگه دارن چی میگن و بعد این بین ممکنه چیزای مهمی رو نشنویم. اما یه سکانس خیلی بی‌منطق داره. توی ماشین نشستن جواد میگه که ما دیدیم یارو رو زدن با چاقو، نفلش کردن، بعد دو تا رفیقاش از پشت سر میگن خفه شو، ما چی ندیدیم، ببند زیپ دهنتو، که یعنی چی؟ لومون نده پس وارد واسمون درد سرشه، ما اونجا حضور نداشتیم، ماجرا میشه واسه ما، درسته؟ کات تو اتوبوس خودشونو رسوای عالم میکنن، بلند بلند دارن حرف میزنن در مورد آدمی که اونجا چاقو خورده و احتمالاً مرده. قرار شد کسی نفهمه که اینا دارن بلند بلند تو اتوبوس اینجوری آدم خلافکارش هم تو اتوبوس بلند بلند در مورد یک اتفاق خلافکارانه صحبت نمیکنه. اکشن کار خوبه، به زد و خورد و هیجان که میرسه فیلم الکن نیست، کار میکنه برات. ژانر تریلر ما نداریم به معنای واقعی، انگار قورباغه داره قدم‌های جدی و مهم و خوبی برمی‌داره تو این زمینه. خلاصه هومن سیدی شجاعت کرده حتی به غلط. من آدم‌ها رو با سم نمی‌کشم، از روشون رد. نوری کیه؟ همون کسی که نوید محمدزاده نقشش بازی می‌کنه. توی یکی از سکانس‌ها مشخصات نوری رو میگن. بچه‌ها این مشخصات رو با هم دیگه دوره می‌کنیم برای اینکه به کارتون میاد و مهمه. توی قسمت‌های بعدی این مشخصات برای ما کار می‌کنن، شک نکنید. پس دوباره با هم دیگه دورشون میکنیم. بگی نوری خشتکی همون که دور میدون پخ میکردیم میشاشید به خودش، داره چی میگه؟ میگه ترسو بوده و احتمالاً دل خوشی هم از اینو نداره و احتمالاً اذیتش میکردن. همون تیزوشانیه، همون که تیزوشانو آتیش زد، همون تیزوشانیه، یعنی همون که باهوشه، پس باهوشه احتمالاً. همون که تیزوشانو آتیش زد پس خلافه، باهوش خلافکار. حالا گوشی تو چرا جواب نمیدی؟ پایان بندی سریال. سریال یه جوری پیش میرفت که احتمال دل سردی وجود داشت. همونجوری که گفتم اتفاق کم میدیدیم و کاراکترها هم نمیتونستیم بهشون نزدیک شیم خیلی. اما پایان بندی نجاتش داد. سکانس آخر جوری تموم شد که تو نتونی قسمت بعدی رو نبینی. یهو جوانایی که رفته بودن برای سرقت هیپنوتیزم شدن یا به تسخیر در اومدن. این ربات سیخ وایسادن جلوی نوری، نوید محمدزاده، و به دستوراتش عمل کردن. گفت بکش رفیقتو، شق. اون یکی رو بکش، شق. خودت هم بکش، شق. شق یا تق، صدای درست توفن چیه؟ شق، تق. حالا من چلنج ذهنی میگه که اون تیزوشان بودنه ربطی به این پایان بندی داره؟ شاید. آیا نوری به واسطه ذکاوتش به فرمول علمی رسیده که اینها رو به تسخیر در آورده؟ چرا میگم صابر عبر تیر خورد اما نمرد؟ به خاطر اینکه توی تیزرهای تبلیغاتی فیلم وقتی میبینیم تصاویر زیادی از صابر عبر میبینیم که توی قسمت اول هنوز ندیدیم. شاید بگین خب اوکی، قسمت بعدی میره در گذشته نشون میده صابر عبر رو. صابر عبر کنار نوید محمدزاده دیده میشه توی تیزرها و هنوز اینا با هم دیگه کاری انجام ندادن. پس احتمالاً زنده میمونه و با نوید محمدزاده وارد پروسه کاریش میشه. اینا حدسیات دیگه، اگه سوتی داده بودم تو قسمت های بعدی فهمیده در این زبل بازی در بیارین بگید دیدی اشتباه گفتی با من نیدم سال دوم دیگه. حدسنه. دوست داشتی ویدیو رو؟ پس سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن،
لایک و کامنت رو فراموش نشه. خیلی مخلصیم.